هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. گزارش های میرس از کابل که رهبران ارشد تحریک طالبای پاکستان در نقاط اساس شهر کابل اقامتگاه گرفتند. مثلا نورولی محسود در زون سبز کابل، یعنی در وزیر اکبرخان، اونجا آرگاه و بارگاه درست کرده. ای وزیر اکبرخان جای بود که در دوره اول طالبان هم در این منطقه از می سرک 13 تا سرک 15 تقریبا بیش از 50 واحد مسکونی را اعضای القاعده خریده بودند، با فامیلای خود زندگی میکردند. بعد از اینکه اونا نابود شدن گریختن بعد از سقوط طالبان، در بر سر جایدادهایشان بین استاد سیاف و انجینر احمد شاه احمدزی که یک زمان معاونش بود بسیار دشمنی ها و دعوای دائمی در جریان بود، سرم جایدادهای بی صاحب القاعده. حال به نظر می رسه که باز امو داستان روان است. به شکلی در منطقه شیرپور و در وزیر اکبرخان رهبران مثلا ارشد جایگاه گرفتن و دوائر آیسای که افغانستان کنترل میکرد در چارچوب وزارت خارجه و ارتش پاکستان، اما نمایندگی های اصلی خود به کابل انتقال دادند. مورد دیگه هم که گزارش شد، سپاه آزادی ادعا کرده که 3 طالب در نای افدام کشته است. ایره بعد از یک مدت سکوت در حملات چریکی یه اولین گزارشی بود که به گوش ما رسید. و در برنامه که قبلا ما ثبت کردم، از یک باند حرامخور در کنسولگری مشهد پرده برداشته شد. البته شبکه فساد مالی و اخلاقی در کنسولگری طالبان در مشهد، رئیس شبکه جابر انصاری الکوزه است که یک مکتوب ریاست استخبارات طالبان صادر شده با شماره 401 تمامی مسئله را افشا کرده. ما فکر میکنم که یک کاپی از او به وزارت خارجه، مقر وزارت خارجه در کابل هم ارسال شده و یک کاپیش هم بر ما رسید. این گزارش 7 ورق است و تمامی زوایای آشکار از فساد ساختاری در اونجا مستندسازی شده است. یعنی طالب که آمده بدتر از دوره جمهوری است. یعنی این ملک دیگه از نظر سیاسی و فرهنگ سیاسی خود دیگه بیخ بنیاد نداره. به این شکل سر رژیمی که میاد. خب برحال این به خاطر اهمیت داشت که ریاست استخبارات ولایت هرات او را رسما صادر کرده. در نای افدام 3 طالب موترسایکل سوار از سوی نفرات سپاه آزادی در عرض جاده با ضرب گلوله کلاشنکوف کشته شدند. یاد است در مقابل یک تانک تیل خورشید که میگن در جاده عمومی کابل پروان در اونجا روی داده سایه عوضی عبدست. این آدم موترسکل می رفتن، یک موتر از افراد سپاه آزادی آمدن شیشه خود پایان کرده و اینا رو ضربه کرده تیر شده کشته شده. مهم سر تجمع طالبان و تجمع به اصطلاح جنگجویان خارجی در کابل، اکثریت جنگجویان خارجی با رهبرانشان با خانوادهشان در همون جنگجویان گروه های 21 گانه است. کلش در شمال است. از تی تی پی تازه آورده شده میره. همینطور انتقالات روان است. افراد عادیش روان میکنن به طرف شمال. افراد دستچین شده شد در وی آی پی های به اصطلاح اقامتی جامعه تن در شیرپور، در وزیر اکبرخان دیگه جا. خلاصه یک عملیات پاکستانیزه سازی افغانستان در جریان است. این خوی از قبل هم در جریان بوده، حال دیگه بیخی سیستماتیک شده.
او مولوی ندای ندیم درس که درسه آموزش کیچه گلها را به او داد او را خوبانیم که خود از او پاکستانی برآمده. یعنی اوضاع روان است که تمامش اما حقایق اصلی مثلا که جریان وجود داره هم از دید رسانه مخفی است. مثلا تشکیل قشون در قندهار که 3 فرقه دست کم اونجا تشکیل میشه و چی خاطر؟ بچه ملامر میگه در کابل که 150,000 ما تشکیل میدیم، او خو سپاه قندهار و چی کپ است؟ همزمان اداره و مفرزای آیسای در کابل و شهرهای عمده مستقر شده. این استقرار را 2 سال پیش از آل بیشتر شده، اینطور تجمع افزایش یافته. خلاصه در غیابت یک سیستم روزنامه‌نگاری اطلاع رسانی سالم در افغانستان اینی چیزا روان است که هیچ گزارش نمیشه. این ژورنالیست در افغانستان عملا مرده. یعنی بعد از این یک واحد مدیریتی خاص تشکیل دادن که مسائل شمال پیش ببره. این واحد مدیریتی خاص یعنی در حد یک کندک است. دفتر مرکزیش در کابل است. یعنی 3 بخش کار میکنند. بخش تروریست های داخلی را، تروریست های خارجی را و یک بخش هم است که امور مثلا فوج و ملیشه های پاکستانی را کار میکنند. از کابل هدایت میشه. یعنی خلاصه در جمع دوایر آیسایی که به تازگی منتقل شده در کابل یک شنیمی دفتر مرکزی واحد خاص است. حال معلوم شود که این واحد خاص چه رقم خواد بود، در کجا توظیف میشه، وظیفه چیست. من مطمئن هستم که واحدهای خاص به طرف سرحدات ایران رفته نمیتونه. چرا؟ ایران وقتی که متعلق شود باز و پاکستان مشکل زیاد میشه. اینا همیش به طرف شمال روان میشه. همکنون تعداد از فرماندهان و رهبران ارشد طالبان پاکستان، خب از جمله پیشتر گفتم که نورولی محسود در سرک 13 وزیر اکبر خان در خانه موقعیت داره. قماندان مولوی بشیر در ولایت قندوز جابجا شده، در اونجا آرگاه بارگاه زدم. مولوی صادق افریدی در ولایت کنر اخذ موقع کرده. قاری جمشید خیرالله در ولایت پکتیکا در شهرک ارگون اونجا وضعیت گرفته. عبدالنظام محسود در ولایت هلمند در شهرک سنگین در اونجا مقام گرفته. مفتی محمد قاهر بلوچ در ولایت قندار. افراد برجسته تحریک طالبا اینمی هستند. بازی هر کدامش زیر فرمان خود کندک های مهم داره، کلش به افغانستان منتقل شده. خب شما شاید بگوید که چی میکنن اینا هر کار میکنن، هر چیزی که پلان شوه، دستور صادر شوه، نقشه شوه، کوردینه شوه، اینا انجام میدن. از اینمی جا به خود پاکستان روان میشن این قطعات، و چین روان میشه آمادگی است، و کشمیر روان میشه به قزاقستان و ازبکستان. این وظیفه شان است. تحریک طالبای پاکستان در تفاهم و پیمان با گروه داعش قرار دارد. داعش سالهای سال در کنار از اینا جنگید برادروار. حالو پیمان بر سر جایش است. اینا تنها با داعش پیمان ندارند، با جندلام دارند، جندلا ایران، با سپاه صحابه دارن، با لشکر طیبه، با جیش محمد، این چیزا کلش پاکستانی است، با القاعده، با طالبا کلش از یک سمت. اینو به اصطلاح دستجات خود به هدف فراگیری فنون جنگی داخل افغانستان کردن. حتی یک گزارش است که به فرمان ملا هیبت الله یک قطعه 300 نفری متشکل از تاجیکا جور شده که این تاجیکای داخلی است، از
نظامیان سابق ارتش و پلیس افغانستان است. خب اونا که نظر به مجبوریت و به سلام فشارهای زندگی مجبور میشن که اونجا در قطعات خود جا و جا بکنن. گزارش است که امتیاز زینا از طرف عربستان و هند پرداخته میشه. ایر ما نمیدانیم، در قسمت ما اطلاع مقرون به واقع پیدا نتونستم. حالا همین کسایی را که به شکل کوچ میارن از قلمرو پاکستان، در حدود 2000 خانه کوچ از ولایت خیبر پختونخوا، کویته، تفتان بلوچستان، اونا وارد کابل شدند. در منطقه کارته نو و بگرامی و پلچرخی و کوتل خیرخانه و منطقه 315 اونجا جا و جا شده میره. ای که سرنوشت از اینا و کجا میکشه، کاربردشان در عرصه عملی چی است معلوم است. تمامی این ماموریت از اینا استقامت شمال است. فرمان از طرف مولای بطلا در حدود صادر شده که 25,000 خانه کوچ تحت نام هلمندی و زابلی و خوستی و لوگری با... خب آن اینی رقم یک عملیات در جریان است و مرتب در این رابطه گزارش می رسد. اونا در ولایات مثلا پروان، پنشهر، کاپیسا، بغلان اونجا جا و جا می شن. خب البته این روند جا و جایی خطرساز است و راحت هم نیست، اما اینا فعلا همینطور کار کرده روان هستن. اینا تحت نظر مولوی کبیر انجام میگیره. اینمی جا با جایی ها 25,000 نفر دیگه قرار است با تکمیل بند تکمیل کانال قوشتیپه در دو طرف کانال اینا جا با جا شوند. توزیع زمین اونجا جریان داره. قبلا ما گزارش گرفته بودم که کار ساختمان قوشتیپه کانال یک متوقف شده بود. بله متوقف شده بود، اما حال دوباره شروع شده با سرعت بیشتر. این گزارش نواز. خب اینا در کانال قوشتیپه این فیصله بین انصارالله تاجکستان و اوغورای چین، حرکت اسلامی ازبکستان در همانگی با طالبان صورت میگیره. یعنی مثلا چیزا از حالت مثلا تحلیل بر آمده، یعنی کاملا در سه واقعیت چیزا میتونه در جریان است. اینا چه کار میکنن؟ اینا بالای بر حمله مزاحمت بر کشورهای آسیا میانه، خصوصا خط اول تاجیکستان، ازبکستان، چین و بیشتر طرف روسیه و ترکمنستان، ماموریت او طرف است. خب حامی مالی گروه کی است؟ شما چه فکر میکنید؟ حامی مالی سابق که بود امارات بود، عربستان بود، امریکا بود. حال کی است؟ حامی مالی از اینا؟ اینا کلش خطر. خب مثلا درخت نیست که چیزی نخوره، مصرف نداشته باشه. اقم مصرف کی میده؟ امو مراجع میده که قبلا میدادن. چرا خم؟ شما حتما میشنوین از طریق رسانه های رسمی که کمک های بشر دوستانه از طرف این کشور امریکا یا دیگه و دیگه به مردم افغانستان چی میشه، ارائه میشه و چطور چی کار. این کمک ها از طریق اینمی نهادهای کمک رسان صورت میگیره. این موارد است که کدام چیز تازه هم نیست، این نقطه آل سیستماتیک تر شده است. ای از تغییر و تبدلاتی که در عرصه اسکاندهی پاکستانی ها داده میشه، موضوع که اک رقم امی ظرف و اصلا پر شده میره و ای به نظر میرسه که کدام کارزار در بین است، یا کدام خیز است، یا ای که از درون کدام چیزی است. وگرنه تی تی پی استقامتش به طرف پاکستان است. ایره چطور دور دادن به طرف کابل و شمال؟
اگر زنده بودیم این پاسخ ها را پیدا خواهد کردیم. تا برنامه بعد.